بسم الله الرحمن الرحیم با کانال پیوند میدیا خوش آمدید و جور و صحتمند باشید امروز برای تان روش ساده و آسان استخاره که یک طفل خردسال هم انجام داده میتوانت را یاد میدهم و من یک بار در آخر این ویدیو عملی برای تان انجام هم میدهم تا خوب یاد بگیرید لطفا خواهشا استخاره را خودتان انجام بدهید حتی اگر بسیار گناهگار هم هستید خودتان انجام بدهید و بالای خود اعتماد کنید برای خود اعتماد کنید با کسی دیگری نگوید و اعتماد به کسی دیگری هم با آسانی نکنید اگر برای هر کاری دودله هستید نمیتوانید که انجام بدهید نمیدانید برایم خوب است یا خوب نیست مثلا جای خوازگاری برای پسرتان روید عاقبت آن را نمیدانید یا دخترتان را به کسی میدهید و فیصله کرده نمیتوانید یا کاروبار جدید را شروع کردید و نمیدانید که نفع کنم یا زیان یا جایی به سفر می روید و نمیدانید که به خیرتان است یا به شرتان پس حتما استخاره کنید آسان استخاره که حتی یک طفل هفت ساله هم انجام داده می تواند و صد فیصد نتیجه می دهد تصمیم و فیصله که بعد از این استخاره می کنید بیگمان به نفع و فایده شما خواهد بود برایش عمل خوب دقت کنید این عمل رابطه مستقیم با خواب دارد وقتی می وضو بگیرید و در بستر خواب خود بنشینید و نیت کنید یعنی هدفتان را در ذهنتان بگیرید تصور کنید هدفتان را مثلا یک مغازه جدید باز می کنید و استخاره می کنید که آیا نفع می کنم یا نقص و توان پس یک بار صلوات ابراهیمی بخونید یک بار سوره فاتحه بخونید آیه اهدنا الصراط المستقیم را هفت بار تکرار کنید بعد سوره را تمام کنید و در اخیر هم یک بار سلوات ابراهیمی بخوانید. این عمل را یک شب الا هفت شب انجام بدهید اگر قوت و نیروی, نیروی کشف شما قوی باشد در یک شب الا نهایت هفت شب همه چیز در خواب برایتان روشن معلوم می شود اگر در شب اول خداوند برایتان نشان داد که این کار را بکنید یا نکنید خوب در غیر آن شب دوم شب سوم الا هفت شب ادامه بدهید باید داشته باشید اگر در خواب چیزی دیدید بسیار خوب ولی اگر در خواب چیزی ندیدید لازمی نیست که حتما چیزی ببینید بلکه بعد هفت شب حالت قلبتان را دلتان را نگاه کنید اگر قلبتان مطمئن بود پس آن کار را انجام بدهید اگر قلبتان هنوز هم دو دله بود پس از آن کار منصرف شوید چون شما از خداوند خواستید خداوند به شما نشان می دهد در خواب و اگر نشان ندهد قلبتان را مطمئن می کند و اگر قلبتان مطمئن نشد به این معنا که از این کار منصرف شو در خواب میبینید ولی بعضی ها ذهن ضعیف دارند یا تکلیف شکر دارند و بارها در خواب بیدار میشوند و خواب درست ندارند آنها درست دیده نمیتوانند خوب یاد داشته باشید اگر در خواب دیدید یا قلبتان مطمئن شد و شما یک کار را شروع کردید اگر یک تاوان و نقص خرد کردید به این معنا نیست که خدا نخواسته استخاره شما اشتباه بود بلکه خداوند اون تاوان را چندین برابر به نفع زیاد کرده به شما به شکل دیگری حتما می دهد. هرگز قطعا بعد این استخاره شما نقص و توان و زیان در آن کار نمی کنید نمی کنید نمی کنید چون شما از خداوند خواستید با خداوند فیصله کردید و خداوند به شما گفته که این کار را بکنید یا نکنید من یک بار برایتان عملی می خوانم شما فقط نیت کنید برای هر کاری که می کنید در ذهنتان بگیرید و همین گونه مسلمان بخونید البته خواب هم با کنید و به طرف راست بخوابید خوب دعا کنید که خدایا این کار برای من خوب است یا نه بکنم یا نکنم من نمیدانم تو مرا هدایت کن برای درست شروع کنید اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم و علی آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد و علی محمد كما بارکت على ابراهيم و علی آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد نامي شغلان جمبريت واستراحت قناة خدا عنك أحداث